بله به خاطر این دختر همه با من دشمن شد. هی کجا؟ مهده امشب اینجا بمونید. برای چی؟ خدا بهتر میدونی برای چی، دیگه نزه برات بگم. خواهش میکنم تا افتضاح برای نیومده دست از سرم بردار. ببین دختر، از جون من چی میخوای؟ خود خوب فکر کن. ببین من بیشتر به دردت بخورم یا اون پسره لات بی سر و پا. به حسن توهین نکن، نام زدم. تمام مخارج خانم من میدم، اون وقت اون نامزدته؟ در مقابل طلبت کار میکنم. خب؟ ولی حاضر نیستم شرافتم رو بفروشم. شرافت؟ نه حرفای من چنده؟ امروز هرچی بیشتر پول داره، بیشتر شرف داره. استنده، به من رحم کن. اگر وجدان و شرف داری دست از سر من بردار. من چجوری میتونم دست از سر تو بردارم؟ خب؟ بس کن، حتی پنجا بکشم. دیدی چطور شد؟ برو آبرون رفت. برو چیه؟ پاکن کیه؟ اگه نمیده کافه تحتیله پاکن، من میخوام با تو صحبت کنم. برو فردا بیا صحبت کنم. برو بنام. من حسن نامزد فروغم. ها؟ در آبا میکنی یه داره بشکنم. نه بابا دره دیگه نشکن، دره دیگه نشکن. بفرده بابا. از کجا هست؟ کی؟ فروغ رفت خونشون. چرا من توی راه ندیدمش؟ وقتی توی کافه من نیست هر جهنمی که بخواد بره آزاده. نمیدونم چرا برای بشه. گوش کن از شنده. بفرم. من اومدم اینجا تکلیف هم با تو معلوم. تکلیف؟ چه تکلیف؟ چه تکلیفی؟ تو نسی شب مثل دوزه وارد کافه من شدی. لاتار الهی من تحریک کردی، زندگی منو به این صورت در آوردی، حالا آمدی برای من تکلیف معلوم کنی؟ من ندوزدم. خب؟ نه کسی رو علیه دیگری تحریک کردم. بله نه اون دو نفر لاتم اصلا نمیشناسم. اصلا نمیشناسم. تموم شد. فقط با تو یه خورده حسابی دارم که آمدم اینجا تصویه کنم. چه خورده حسابی؟ ببین من نامزد دختریم که تو میخوای شرافتش رو لکه‌دار کنی. بسیار خوب. یعنی میخوای شرافت من رو لکه‌دار کنی، میفهمی؟ آها میفهمم. بله نامزد من برای تو کار کرده و حقوق گرفته. خب ولی تو با نیرنگ اونو مغروز خودت کردی، میخوای با زور پول اونو تسلیم خودت بکنی. بسیار خوب. متهم به این جنایتی منم مدعی این امرم. آقای مدعی این امر، شهر قانون داره، شهربانی داره، دادگستری داره. منظور تشریف برای شکایت بکنید بیان بقیه دستگیر کنم. نه من نمیخوام شکایت کنم. ها اومدم اینجا قضیه رو دوستانه بین خودمون حل کنیم. دوستانه معلومه. بله ببینم از چند داره. بفرمایید نظرت تو نسبت به این دختر چیه؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه چه تصمیمی در بارش بدی؟ من روش نظر تصمیمی ندارم آقا جون. یا به دیگه چه بده به امان خدا یا کار بکنه به جای پولش. تمام. اون نمیخواد دیگه اینجا کار کنه. نه گفتم اضافه بر حقوقش هم پولی نگرفته. آقا جون چرا نمیخواییم باور بکنین؟ این دختر 2000 تومن به من بده کاره. من قبض دارم از اون. این قبضا رو همه جور میشه گرفت. یعنی چی؟ هم به دلخواه. خب هم با تهدید. خب بفرمایید با تهدید چجوری میشه قبض گرفت؟ همونطور که من از تو میگیرم. نه بابا من به شما قبض میدم. ببین فکره اگه بدونی من با چه تصمیمی برای گرفتن قبض به اینجا اومدم. خب اون وقت تو دستی تهدیدم میکنی. لابد با تهدید. شاید هم بالاتر از تهدید. ها با کشتن ممکنه. بیا برو فکر کن. من تو قبض نمیدم. زود باش. بیا برو تو بردار چیزایی که میگم بنویس. گفتم بیا برو آقا جون. به تو میگم برو تو بردار بنویس. من به تو قبض بدونستم میگم. به تو میگم بردار بنویس. بنویس چرا؟ بنویسم چاش؟ چرا شوخی سرت میشه؟ چی بنویسم؟ چاش برو. بردار بنویسم بگم. چاش. چی بنویسم بفهم. بفرمایید. بنویس خانم پرو. چاش. برو خانم. دیدم خانم. برو بفرمایید. بنویس. بقیه داره؟ بفرمایید. خانم پرو تا این ساعت. تا این ساعت کلیه.
کلیه بروزه خود را بروزه خود را پرداخته نه پرداخته بله پرداخته بله پرداخته پرداخته و عبوزه بدلیه و عبوزه بدلیه تو نزد من نزد من فوق درزش میباشه فوق درزش میباشه امضا کن امضا نه امضا کن آقا این هم امضا بده من نکشتم این پارابلا کجا بود؟ پارابلا؟ نمیدونم زود باش زود باش عرب کنی زود باش دستا بنا بفرات مان بفرات مان نجیبی هستن خواستم از لحاظ نو دوستی خدمت به اونها کرده باشم در ضمن مادر دختر خیلی ناراحتی میکنه منو وادار کرد که خدمت شما برسم صحیح با حسن چاشنه با حسن هم دوره تحصیل بودیم راستی مقاله‌ای که خدمتتون دادم مطالعه فرمودید بله بله دیشب خوندم میدونی دوست عزیز حسن توی مدرسه‌م روحیه ناراحت داشت همیشه با دیگرون نزاع میکرد راجع به جنایت و خونریزی چیز مینوشت و صحبت میکرد کتاب‌هایی که مطالعه میکنه همه درباره نوع جنایات نوشته شده عجب موضوع قابل اهمیته بله بله از لطف شما بی‌نهایت متشکرم که بنده رو در این مورد روشن کردید اختیار دارین دوست عزیز من وظیفه من خواهش می‌کنم آقای حمید خان ضمناً برای آزاد شدن دختر میتونید فردا تشریف بیارید خیلی متشکرم قول میدم که او رو با قید ضمانت آزاد خیلی متشکرم پس اجازه می‌فرمایید برو خسته نشید لطف عالی زیاد من دوستی شما رو مخصوصاً دوستی با پدرتون رو هیچ‌وقت فراموش خیلی متشکرم لطف عالی زیاد بله آقا علیه پاسه بارم چشم آفرین علی حدث تو صحیح بود عرض نکردم قربان من میدونستم که آقای حمید خان برای آزاد کردن فروغ خانم خدمت شما میاد میدونی روزی که میخواستم آقا کمال از در خونه جلبش کنم این آقای حمید خان از در خونه خودشون بیرون اومد و دست فروغ خانم رو برمان دلجویی گرفت ولی دختر بعدش اومد من از همون وقت فهمیدم که این آقای حمید خان نسبت به فروغ خانم بله صحیح یه نظری داره ببینم علی اون دو نفر لات هنوزم با حمید رفت اومد دارن بله دارم ولی خیلی کم شده کجاها با هم ملاقات میکنن اغلب تو کافه‌های بیرون شهر صحیح بله بله بسیار خودم اونا رو تحت نظر داشته باشید ولی بگذارید آزاد چشم پر من میخوام این ماموریت رو به تو معول کنم با کمال میل فعلا اون اتاق باش بعدن باهات کار دارم بشه در ضمن ببین اگه دخترم آوردن بفرستنش چشم پر من دیگه فرمایش بده با اجازه من شما با من کردیم آیا دیگه اوقاتی برای من باقی میمونه؟ شما را خانم اینجا برای مهمونی نیاوردن شما متهمید و ما وظیفه داریم که متهم و وادار به اعتراف بکنیم تا حقایق معلوم بشه یعنی با تهدید؟ نه با تعارف و احوال پرسی شما که نه تهدید سرتون میشه نه زبون خوش وقتی مدرکی در دست نداری از جون ما چی میخوای؟ مدرک باید به دست بیاریم خانم بالاخره یه نفر قاتل رو باید اعتراف بکنه اعتراف به چی؟ به چیزی که وجود نداشته؟ چطور وجود نداشته خانم؟ پس اسکندر رو کی کشته؟ اقلا خوب بود